سلام امروز به موضوعی دهنده میپردازیم که البته برای بسیاری از شما بینندگان دیگه عجیب و غریب نیست مافیای فساد مالی در ایران آخرین نمونه بانک رفاه کارگران همون بانکی که مدعی حامی کارگرانه اما به جای حمایت از کارگران یه بار دیگه روشن شد که همین بانک مدعی حمایت از کارگران فقط بازیچه است در دست مافیای حکومتی مثل تمام سیستم بانک ایران آخون زده. این بار با رقم 35 میلیون یورو روبرو رو هستیم 35 میلیون یورو ارز از صرافی بانک رفاه کارگران ناپدید شد یا گم شد اما کجا رفته؟ چه کسانی پشت این ماجرا هستند؟ طبق گزارش های منتشر شده سه شرکت حکومتی مجگان، انصاری و شرکا، پترومال و پتروپاد سال گذشته از بانک رفاه 35 میلیون یورو دریافت کردند و تا به امروز این پولها به خزانه باز نگشته است. چرا این پولها ناپدید شدند؟ چرا سازمان بازرسی کل رژیم ورود نمی کند؟ پاسخ همان چیزی است که در نظام مافیایی حاکم معمول است. ارتباط صمیمی مدیرعامل حکومتی بانک رفاه با یکی از معاونان سازمان بازرسی کل رژیم. این تنها یکی از نمونه های و فساد در رژیم آخوندی که شاهدش هستیم در سالهای گذشته بارها از گم شدن ارقام کلان شنیدیم از جمله اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی گم شدن 4 میلیارد و 800 میلیون دلار ارز دولتی در سال 1397 و 260 هزار میلیارد تومان که توسط دولت رئیسی با ادعای ایجاد اشتغال از خزانه برداشت کرد که تا امروز سرنوشتش معلومه با این حساب اون 260 هزار میلیارد تومان هم گم شده اما برگردیم به ادامه فساد در بانک رفاه که در جریان جدال میان باندهای مافیایی گوشه از اون سرباز کرده بررسی ها نشان میدهد بانک رفاه در سال گذشته به کارگزار خودش بیش از 6 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است اما در ستون خالص تسهیلات آن عدد صفر درد شده همچنین بیش از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به سازمان تامین اجتماعی و مدیریت پروژه های ساختمانی بانک پرداخت شده که بازگشتی در کار نبوده است و جالب این که رئیس بانک رفاه به لطف ارتباطات قوی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی رژیم در این پست ابقا شده است چطور ممکنه که چنین ارقامی بدون هیچ کنترلی ناپدید بشن؟ چرا هیچ نهاد نظارتی جدی وارد عمل نمیشه؟ پاسخ ساده است. مافیای فساد مالی در نظام آخوندی اونقدر گسترده است که نه تنها هیچ کس پاسخگو نیست، بلکه تمام نهادهای به اصطلاح نظارتی فقط نهادی برای سرپوش فساد با مأموریت مالکشی هستند. بله، وقتی بافت و ساخت یک رژیم سر بر اساس دوزی و چپاول تنیده شده، انتظار بیشتر از اون فقط سرابه تا برای دیگر خدا نگهدان